و این تحول بسیار خوبی هستش و من از تمام کسانی که در ایرانی که در خارج هستن، نایاک و غیره، که الان با شجاعت و صراحت دارن میگن که ما طرفدار جمهوری اسلامی هستیم، میخواییم جمهوری اسلامی رو حفظ بکنیم، من خوشحالم. بذاری اینا موضعشون رو روشن بکنه. آقای عزودی مثلا عقیده داره که دولت حق داره خشونت به کار بره. خیلی خب، اینو داره با صراحت میگه. من خوشحالم که با صراحت اینو میگه. البته من در شأن خودم نمیدونم که جواب حملات شخصی رو بدم، ولی در جواب همینجا این صحبت رو آقای عزودی ادامه بدیم. آقای خانم علی‌نژاد میخواد چی بگه؟ کی مردم رو آورده تو خیابون؟ کی مردم رو آورده تو خیابون؟ آقای عزودی از شما میپرسم کی مردم رو آورده تو خیابون؟ بله، من اومدم سوالای شما رو جواب بدم. مردم مسلمان خودشون اومدن تو خیابون برای اینکه فشار اومده بهشون. در این شکی نیستش که ببینید وضعیت اقتصادی مملکت، وضعیت خیلی خوشحالم. ببینید آقای طاهری عزیز ابراز خوشحالی کردن از اینکه این اعتراضات بستری رو فراهم کرده که بخشی از ایرانیان دست از دودوزه‌بازی بردارن و شفاف و صریح اعلام موضع بکنن. خب بسیار، همین الان روشن شد بر ما که اتفاقا این رخداد رو نخواهیم دید، چون که مهمان شما بره مصاحبه‌ای که همین الان انجام داده رو گوش بکنه، دقیقا این واژه رو به کار میبره، میگه کسانی که مردم رو آوردن در راهپیمایی هدفشون اینه. بعد وقتی من سوال میکنم کی مردم رو آورده، میگه مردم خودشون اومدن. بعد وقتی شما سوال میکنین دوباره میگه تحریم ها هدفش اینه که مردم بیاره. ما با این بخش از جامعه ریاکاری که در خارج کشور هست مواجهیم که کماکان دودوزه‌بازی میکنن آقای طاهری، و هنوزم شفاف نمیگن که یا طرف جمهوری اسلامی هستن یا طرف مردمی هستن که قبل از اینکه آقای ترامپ باشه، قبل از اینکه اوباما باشه، قبل از اینکه اصلا منی وجود داشته باشم، قبل از اینکه ضد انقلابی وجود داشته باشه، کف خیابون اومدن همون موقعی که بزرگترین راهپیمایی رو علیه سیاست‌های خمینی برگزار کردن و سرکوب شدن. بنابراین این که ما از 4 کتاب فکت بیاریم و اون منویات درونیمون رو که سرکوب مردم هست بروز بدیم، و وقتی هم که مردم خشمگین شدن بیایم بگیم که منو بد فهمیدن، یا توی همین برنامه هم منویاتمون رو بگیم ولی بعد سری با دودوزه بازی سرپوش بذاریم بگیم هدف ما این نبوده.